حسین عرفانی، صدا پیشه، مدیر دوبلاژ، بازیگر و مجری در پنجم مرداد سال 1321 متولد شد. او از سال 1335 فعالیت هنری خود را در تئاتر آغاز کرد و پیش از ورود به عرصه دوبلاژ با هنرمندان سینما و تلویزیون آشنا. در سال 1341 و در سن 19 سالگی به علی کسمایی و احمد رسولزاده در استودیو مولان روش معرفی شد و در فیلم پروفسور کم حافظه به صدا پیشگی مشغول شد. او بعدها در استودیو شهاب زیر نظر عطاالله کاملی در نخستین نقش جدی خود به جای اورسون ویلز هنرنمایی کرد. در سال 1353 بعد از خریداری فیلم‌های هنفری بوگارد توسط تلویزیون جام جم با نظر هوشنگ لطیف‌پور و هوشمند مهراسا صدای عرفانی برای گویندگی به جای بوگارد انتخاب شد. حسین عرفانی مشابه این سبک گویندگی را در چند فیلم دیگر با بازی سرژیو نیکالایسکو در نقش کمیسر مولدوان اجرا کرده است. او از سال 1356 همزمان با صدا پیشگی به عنوان مدیر دوبلاژ به فعالیت خود ادامه داد. یکی از به یاد ماندنی ترین صدا پیشگی های او در فیلم دیدی و ارسیه فامیلی بود که در آن برای 7 نقش مختلف با بازی دیتر هالر وردن تیپ سازی انجام داد. صدای حسین عرفانی به بازی برخی بازیگران بزرگ سینما تشخص بخشیده است. چهره‌هایی مانند کلارک گیبل در برباد رفته، مارلون براندو در شورش در کشتی بونتی، همینطور بازیگرانی چون ویلیام هولدن، فرانسیس سالیوان، آرنولد شوارزنگر، مورگان فریمن، ساموئل ال جکسون و دوین جانسون. حسین عرفانی پس از سالها خاطره‌سازی سرانجام در روز چهارشنبه 21 شهریور سال 1397 در سن 76 سالگی چشم از جهان فرو بست.